عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. بیانیه 36 زندانی سیاسی درباره مجلس فرمایشی و انتخابات نمایشی. عنوان مهمترین خبرها. آیت الله مظاهری گفت اختلاس آبروی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است. هشدار 7 محقق ایرانی به رهبران بهار عربی. اطلاعات تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران به بیرون درز کرد. و 6 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای گفتند دولتی که امانتدار رأی مردم نباشد امانتدار سرمایه‌های مردم هم نخواهد بود. 36 نفر از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای مجلس را فرمایشی خوانده و آن را شبیه مجلس دوران حسنی مبارک در مصر دانستند. به گزارش وبسایت کلمه این زندانیان سیاسی گفتند که مجلس در ایران با دخالت‌های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی به یک نهاد فرمایشی تبدیل شده که به گفته آنها حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها نیز از سوی رئیس دولت تحقیر شده است. این 36 زندانی سیاسی با بیان اینکه مجلس کنونی هیچ شباهتی با مجلس‌های نظام‌های دموکراتیک ندارد تصریح می‌کنند مجلس امروز کاملاً مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیراً تنها نمونه‌هایی از آن هم نه به طور کامل انتشار یافته، امکان پذیر نیست. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه شرایط کنونی کشور را نتیجه طبیعی کودتای انتخاباتی سال 1388 دانسته و عمق بحران‌های جاری و فروپاشی مدیریت کشور را به حدی می‌دانند که به گفته آنها بعید است مقام‌های ارشد نظام از آن بی‌خبر باشند. امضا کنندگان با بیان اینکه دولتی که ادعا می‌شد بهترین دولت 100 ساله اخیر کشور است، تبدیل به فاسدترین دولت 100 ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است می نویسند از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود، زیرا دولتی که امانتدار رأی مردم نباشد و در انتخابات با رأی مردم آنچنان بازی کند طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد. در ادامه این بیانیه از حضور نظامیان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشور یاد شده، به طوری که به گفته این زندانیان سیاسی سکاندار اصلی حوادث انتخابات 88 همین نظامیان بودند. زندانیان در بیانیه خود گفتند با توجه به این شرایط به هیچ وجه عقل سلیم نمیپذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل‌های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود. این زندانیان سیاسی با تأکید بر اینکه خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بیچون و چرای ملت و برگزاری انتخابات آزاد و سالم بوده گفتند حداقل این شرایط آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رئیس جمهوری سابق آقای خاتمی و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است. امضا کنندگان این بیانیه خود در این حال میگویند متاسفانه تا کنون هیچ علامتی داله بر این که حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد مشاهده نمی شود. نویسندگان این بیانیه که شمار زیادی از آنها به اتهام به چالش کشیدن انتخابات به زندان افتادند با اشاره به اینکه خواستگاه جنبش سبز به انتخابات برمیگردد
تصریح می‌کنند که این جنبش طبعاً با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش‌های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت. علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاجزاده، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، علیرضا رجایی، عبدالله رمضانزاده، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، کیوان صمیمی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و ضیا نبوی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آیت الله مظاهری گفت اختلاس آبروی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است. رئیس حوزه علمی اصفهان گفته است متاسفانه اختلاف، دشمنی، اختلاس، دزدی و مسائلی از این قبیل آبروی جمهوری اسلامی را به خطر انداخته و موجب سوء استفاده و شادی دشمنان شده است. به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله مظاهری طی سخنانی در درس اخلاق خود گفته است وقتی رابطه با خدا و دعا و راز و نیاز نباشد، اختلاس و دزدی جایگزین آن حالات و روحیات می شود. علی اکبر اولیا گفت اصلاح طلبان انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارند. نماینده یزد در مجلس گفته است ناامیدی اصلاح طلبان از گذر کردن از فیلترهای شورای نگهبان از علل یأس ایجاد شده و بیمیلی آنها به مشارکت در انتخابات است. علی اکبر اولیا نماینده یزد در مجلس گفته است مجموعه اصلاح طلبان دل و دماغی برای مشارکت در امور سیاسی ندارند و جز عده‌ای که فکر می‌کنند شخصا زمینه حضورشان در انتخابات فراهم است، در کل انگیزه و کششی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات وجود ندارد، مگر اینکه در ماه‌های آتی اتفاق خاصی بیفتد. 7 محقق ایرانی هشدار دادند در استقرار رژیم جدید مراقب باشید تا قدرت در دست فرد و یا گروهی خاص متمرکز نشود. گروهی از محققین، فعالین و روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه این خطاب به رهبران حکومت‌های انتقالی، این رهبران جدید را به تلاش برای استقرار حکومتی که سرانجام آن به استبداد و دیکتاتوری منتهی نشود فرا خواندند تا مبادا آنچه که بهار عربی خوانده می‌شود زود به پاییزی سرد و زمستانی سخت و یأس‌آور تبدیل شود. به گزارش جرس، در این نامه که خطاب به راشد القنوشی رهبر حزب النهضه تونس، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی و شورای انتقالی مصر نوشته شده، همچنین خاطر نشان شده است در استقرار رژیم جدید و ترسیم ساختار آن و تدوین قانون اساسی خود دقت و تأمل کافی مبذول دارید تا قدرت در دست فرد و یا گروهی خاص متمرکز نشود و حق طبیعی و الهی اعمال اراده و اختیار بندگان خدا بر سرنوشت خود از آنان سلب نگردد. همچنین در این نامه تاکید شده است که حقوق اقلیت‌ها باید رعایت گردد تا نسل‌های آینده هم بتوانند با کمترین هزینه بر سرنوشت خیش مسلط شوند. عبدالعلی بازرگان، احمد صدری، محمود صدری، شیرین عبادی، رضا علیجانی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری امضا کنندگان این نامه هستند. اطلاعات تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران به بیرون درز کرد. دیپلمات‌های خارجی می‌گویند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات جدیدی دارد که نشان می‌دهد ایران اقدام به ساخت مدل‌های رایانه‌ای یک کلاهک هسته‌ای کرده و محفظه‌های بزرگ فولادی نیز ساخته که برای آزمایش انفجارهای اتمی با مقاصد تسلیحاتی استفاده می‌شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها خبر می‌دهد که آژانس قصد دارد این اطلاعات را هفته آینده منتشر کرده و در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دهد. بنابراین گزارش، اطلاعات محرمانه دیگری که آژانس قصد انتشار آنها را دارد شامل تصاویری ماهواره‌ای است که به باور کارشناسان آژانس محفظه‌های بزرگ فولادی را نشان می‌دهد که برای آزمایش انفجارهای اتمی با مقاصد تسلیحاتی استفاده می‌شود. آژانس پیش از این موارد دیگری را اعلام کرده است که به گفته این نهاد نشانگر احتمال کار بر روی ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران هستند. اما دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود به آسوشیتد پرس گفتند که جدیدترین اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه هم از نظر محتوا و هم از نظر وسعت کار قابل توجهند. پیش از این روسیه و چین مانع انتشار اطلاعات تازه درباره برنامه اتمی ایران شده بودند. در همین زمینه وزیر امور خارجه کشورمان گفته است اگر آژانس اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای کشورش دارد که در گذشته هم به نوعی مطرح شده، همه موارد را بگوید و به گفته وی مرگ یک بار، شیون یک بار. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی که در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه
بروندی سخن میگفت، در ارتباط با انتشار اخبار منتشر شده در مورد گزارش آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت، مدتی است جنجال تبلیغاتی به راه افتاده است که قرار است آژانس مستنداتی در گزارشات آینده خود منتشر کند که از دید آژانس بیانگر فعالیت‌های موشکی ایران است. آقای صالحی درباره طرح این مباحث و ادعاهایی که علیه ایران و تلاش برای دستیابی به توان ساخت سلاح‌های اتمی مطرح می‌شود گفت، ما در این باره مشکلی نداریم، ما بارها اعلام کرده‌ایم مستندات آنها مستنداتی بی‌پایه و اساس است. آزار زنان توسط گشت‌های ارشاد در تهران افزایش یافت. تعداد گشت‌های ارشاد که به آزار زنان و بازداشت زنانی می‌پردازد که متهم به بدحجابی می‌شوند در تهران افزایش یافته است. گزارش سایت کلمه نشان می‌دهد که تعداد واحدهای گشت در یک ماه گذشته افزایش داشته و برخورد با زنان با شدت عمل بیشتری انجام می‌شود. یکی از دختران بازداشت شده توسط یک واحد گشت به خبرنگار کلمه گفته است، ساعت‌ها در اتومبیل ون از گرما عرق ریختم تا عاقبت ون را پر کردند و مرا به وزرا بردند. این زن همچنین گفته است، تا آنجا که از چند ساعت حضورم در اداره وزرا فهمیدم، آنها هر روز باید گزارش کاری بدهند، یعنی اگر روزی به قول خودشان بعد حجاب به پستشان نخورد، هر زن و دختر بیچاره ای را به خاطر آمار کارشان بازداشت می کنند. بنابر این گزارش، ماموران گشت ارشاد در میدان ونک معمولا در ضلع جنوبی و یا شمالی آن می ایستند. چند مامور زن و مرد نیز خارج از اتومبیل های ون که با آن به ماموریت آمدند، سر تا پای عابران پیاده را ورانداز می کنند. اما دختران و زنان تهرانی به این نگاه ها عادت کردند و نحوه فرار از دست این ماموران را نیز آموختند. گشت های ارشاد در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت خود را آغاز کردند. این طرح در قالب طرح کلیتر ارتقای امنیت اجتماعی یکی از برنامه‌های اجرای نیروی انتظامی بود. این طرح پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید رهبری به عهده محمود احمدی نژاد گذاشته شد و از سوی او نیز به نیروی انتظامی ابلاغ شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، مدتی این گشت‌ها از خیابان‌های شهر حذف شدند. اما بعد از سرکوب شدید جنبش سبز و دستگیری و زندانی کردن هزاران نفر از مردم، از سال گذشته این گشت‌ها دوباره چند ماهی است به خیابان‌های شهر بازگشتند. اخبار جنبش سبز. علی طاری رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در مازندران ممنوع المرخصی شد. به گزارش جرس، رئیس زندان متاکلای بابل با درخواست مرخصی علی طاری مخالفت کرد. بنابراین گزارش، آقای بابازاده رئیس زندان گفته است، بر اساس بخشنامه جدید وزارت اطلاعات، زندانیانی که جرم آنان توهین به امام و رهبری است، حق استفاده از مرخصی و آزادی مشروط را نخواهند داشت و مرخصی و آزادی مشروط شامل حال آنها نمی شود. این گفته رئیس زندان بابل در حالی است که بر اساس مقررات و چارت اداری سازمان زندانهای کل کشور، اداره زندانها زیر مجموعه و تحت نظر سازمان زندانهای کل کشور محسوب می شود و بخشنامه و آیین نامه خود را از سازمان زندانها دریافت می کنند و دریافت بخشنامه از وزارت اطلاعات خلاف مقررات و آیین نامه سازمان زندانهاست. بر اساس این گزارش، با گذشت یک ماه از مدت حبس رئیس سازمان تبلیغات سپاه باستانان استان مازندران در دوران جنگ، خانواده وی برای چندمین بار خواستار تحویل فوری داروهای مصرفی آقای طاری شدند و تاکید کردند که این فعال سیاسی علاوه بر درد شدید کمر، مبتلا به بیماری قلبی و گوارشی است و ممانعت از رساندن داروهای مورد نیاز وی باعث وخیم شدن حال وی خواهد شد. محرومیت 20 ماهه دو زندانی حامی جنبش سبز، بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی از مرخصی و ملاقات حضوری. بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی دو زندانی بند 350 زندان اوین 20 ماه است که از حق مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده هایشان محروم شدند. دو سال و نیم از بازداشت بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و عبدالله مؤمنی فعال دانشجویی می گذرد. اما آنها از جزئی ترین حقوق یک زندانی نیز محروم هستند. این دو زندانی سیاسی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند. به گزارش کلمه، ماه‌ها از آخرین ملاقات حضوری این دو زندانی با همسر و خانواده‌شان می‌گذرد. اما دادستان تهران هر بار با درخواست ملاقات 20 دقیقه حضوری آنها مخالفت می‌کند.
زندانیان سیاسی تنها هفته یک بار می توانند خانوادهشان را به صورت کابینی ملاقات کنند و انجام ملاقات حضوری آنان با خانواده تنها با نامه کتبی دادستان تهران انجام می شود. دادستان تهران ماه هاست بدون ذکر هر گونه دلیل مشخص برخی زندانیان سیاسی از جمله بهمن احمدی عمویی و عبدالله مومنی را از حق مرخصی و ملاقات حضوری با خانوادهشان محروم کرده است و در این باره نیز هیچ توضیح مشخصی نمی دهد. احمد رضا احمدپور زندانی سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت قم به مرخصی آمد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده است که احمد رضا احمدپور که برای بار دوم در تیر ماه امسال به دلیل نگارش نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل دستگیر و روانه زندان شده بود، برای مدت یک هفته به مرخصی آمده است. آقای احمدپور به 3 سال حبس در شهر اهواز و 10 سال تبعید به شهر ایزه محکوم شده است. بازداشت اسعد باقری و وریا خسروی، دو فعال دانشجویی و مدنی کردستان. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسعد باقری دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان و یکی از اعضای اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد، پس از دستگیری به بازداشتگاه اطلاعات شهر سنندج منتقل شده است. همچنین یک فعال محیط زیست اهل سنندج به نام وریا خسروی نیز توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و روانه زندان گردید. از 26 سال جبهه و خدمت تا 26 ماه زندان. یادداشتی به مناسبت روز تولد رضا رجبی زندانی سیاسی. یکی از نزدیکان و همرزمان رضا رجبی زندانی سیاسی در یادداشتی به مناسبت روز تولد او نوشته است: گویا پاداش 26 سال خدمت محمد رضا رجبی در جبهه، مجلس و ریاست جمهوری 26 ماه زندان است. محمد رضا رجبی شاید به دلیل خصلت‌های خود و نوع کارش چندان در فضای عمومی شناخته شده نباشد، اما سیاستمدارانی که برای یک بار همکارشان به هاشمی رفسنجانی افتاده باشد، حضور او در کنار هاشمی رفسنجانی را تجربه کردند و این حضور آنجا که بنا شد پس از انتخابات سال 88 انتقامی از هاشمی گرفته شود، رجبی را راهی زندان کرد و اینک او 26 ماه را به ازای 26 سال حضورش در جبهه و همراهیش با هاشمی رفسنجانی در زندان گذرانده است. ممنوعیت استفاده از کفش و رواج دمپایی در زندان شاید این حسن را داشته باشد که پاهای مجروح او را برای شاهدان نمایان کند، چرا که او در این سالیان عادت به خود نمایی و به رخ کشیدن جراحات جبهش نداشته است و حتی شاید بسیاری از همبندیانش نیز او را تنها گروگان هاشمی می دانند. گروگانی که گویا برای گروگان گیران به قدری ارزشمند بوده که سعی کردند در این سالها از دستش ندهند، به طوری که حتی او را برای شرکت در مراسم ختم پدرش هم به مرخصی نفرستادند. وضعیت نگران کننده کارگران معدن در استان کرمان. نماینده فلاورجان گفت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد قسطی پرداخت می شود. زعفرانکاران از بی‌توجهی دولت به بازار جهانی زعفران انتقاد کردند. وضعیت نگران کننده کارگران معدن در استان کرمان. دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان با انتقاد از وضعیت کارگران معادن گفت قرار بود معادن کرمان ایمنسازی شود تا سوانح کارگری در معادن به حداقل ممکن کاهش یابد، اما اکنون مشکلات کارگران معادن به قوت خود باقی است و خبری از ایمنسازی نشده است. به گزارش اعتدال، عباس کاربخش با اشاره به حوادثی که در معادن کرمان رخ داده و باعث کشته شدن بسیاری از کارگران شاغل در معادن شده است گفت در حال حاضر وضعیت کارگران در معادن به بخش خصوصی به شدت نگران کننده است و هر لحظه امکان می رود که مانند چند مدت قبل در اثر یک سانحه کارگران دچار مشکل شوند. وی با انتقاد از عملکرد معدنداران بخش خصوصی گفت از آنجا که هدف بخش خصوصی کسب سود بیشتر است، کارگران این معادن به صورت قرارداد موقت مشغول به کار می شوند. بسیاری از آنان بیمه نیستند و حتی بیمه حوادث کار که برای معادن یک امر طبیعی است در مورد این کارگران رعایت نمی شود. دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان با تاکید بر اینکه ایمنسازی معادن باعث کاهش خطرات شغلی همچون ریزش و انفجار در معادن می شود گفت از یک سو هزینه ایمنسازی بالاست و از سوی دیگر طمع کارفرمایان بخش خصوصی برای سود بیشتر باعث شده تا جان کارگران در معرض خطر باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان با اعلام اینکه بر اساس قانون شغل کارگری معدن سخت و زیان‌آور شناخته شده است گفت کارگر معدن باید در روز 6 ساعت کار کند و پس از 20 سال بازنشست شود. اما اکنون این قانون در معادن بخش خصوصی رعایت نمی شود و برای اینکه کارفرمایان مجبور به پاسخگویی در برابر دستگاه‌های دولتی نباشند با کارگران معدن قرارداد 3 ماهه می بندند. به همین دلیل کارگران را بیمه نمی کنند و هرگاه که کارگر بخواهد شکایت کند مدت 3 ماه او را اخراج می کنند و دیگر قراردادش را تمدید نمی کنند. نماینده فلاورجان گفت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد قسطی پرداخت می شود. به گزارش خانه ملت، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس از وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد انتقاد کرد و از مجلس و دولت خواست تا هرچه سریع‌تر به وضع این بازنشستگان رسیدگی کنند. بازنشستگان صنعت فولاد چند سالی است که از حقوق پایین و پرداخت نامنظم خود گلایه‌مندند. پیش از این نیز در آذر ماه سال 1387 این بازنشستگان به همراه دیگر بازنشستگان شرکت‌های فولادی دست به تجمعی اعتراضی زده بودند. پیش از این هم در اصفهان این بازنشستگان چند بار دست به تجمعی اعتراضی زدند، اما با گذشت چند سال هنوز مشکل آنان حل نشده است. زعفرانکاران از بی‌توجهی دولت به بازار جهانی زعفران انتقاد کردند. محسن احتشام نایب رئیس شورای ملی زعفران خواهان کاستن تعرفه‌های مالیاتی برای زعفران و افزایش اعتبار برای بازاریابی برای زعفران شده است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر با توجه به خروج فله‌ای زعفران از ایران، نامی از ایران در میان برندهای معتبر بسته‌بندی شده زعفران در دنیا برده نمی‌شود و در حال حاضر سکان بازارهای فروش زعفران دنیا را اسپانیا، چین و چندین کشور تازه وارد به این عرصه به دست گرفتند. علی یوسفی کارشناس مدیریت بازرگانی در گفتگو با مهر گفته است تنها 11% از صادرات زعفران کشور با نام ایرانی در جهان فروخته می‌شود. آقای یوسفی با بیان اینکه ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران جهان است گفت یکی از عوامل شکست ایران در بازار جهانی در خصوص زعفران عدم بازاریابی مناسب است. آقای یوسفی همچنین گفته است خراسان جنوبی با وجود اینکه دومین تولید کننده زعفران کشور بوده نه تنها کارخانه فراوری و بسته‌بندی کیفی زعفران را ندارد بلکه از وجود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تولید فراوری‌های دارویی زعفران نیز محروم است. این کارشناس اخذ مالیات از صادرکنندگان و مناسب نبودن بسته‌بندی‌ها برای صادرات زعفران را از عوامل رکود بازار جهانی زعفران ایران معرفی کرد. علیرضا رئیسیان می‌گوید پول‌های بادآورده مشکل سینمای ایران است. این کارگردان همچنین معتقد است که مشکل اصلی امروز سینمای ایران هزینه شدن بودجه‌های دولتی بدون نظارت و از بین رفتن سرمایه در بخش تجاری به دلیل فقر کارشناسی است. آقای رئیسیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به وضعیت امروز تولید فیلم در سینمای ایران گفت بحث تولید را میتوان از دو منظر کیفیت و آمار بررسی کرد. از لحاظ آماری که همیشه یک تعداد رقم اعلام میشود، اما از لحاظ محتوا مشکل اصلی این است که امروز فاصله زیادی بین سینمای استاندارد و سینمای فعلی وجود دارد. او ادامه داد امروز با جریانی مواجهیم که معادلات پیچیده‌ای دارد و بیشتر انرژی سینماگر صرف زمانی می شود که باید روابطی را حل و فصل کند که اصلا ربطی به سینما ندارد. کارگردان فیلم 40 سالگی راندهای دولتی و پولهای بی حساب و کتاب بخش تجاری را دو سر اصلی سینمای ایران می داند و می گوید پولهای بادآورده دولتی و از طرف دیگر ساخت فیلمهای تجاری باعث شده تا ارقام نجومی و دستمزدهای بالا وارد سینما شود. بهمن فرمان‌آرا کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران ممنوع الخروج شده است. به گزارش پارس توریسم، فرمان‌آرا که قصد شرکت در یک جشنواره خارجی را داشته، متوجه ممنوع الخروجی خود شده است. این تارنما از علت ممنوع الخروج بودن کارگردان فیلم خانه‌ای روی آب توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی چیزی ننوشته است. فرمان‌آرا در سال‌های اخیر انتقاد خود را از وضعیت سینمای کنونی ایران صراحتاً بیان کرده است. وی در شماره روز شنبه روزنامه شرق طنزی را درباره اختلاس اخیر 3000 میلیارد تومانی و همچنین فرج الله سلحشور منتشر کرد. آذربایجان مسئولیت بی‌توجهی به آلودگی دریای خزر را گردن ایران انداخت. معاون محیط زیست آذربایجان بی‌توجهی به آلودگی دریای خزر را ناشی از کوتاهی ایران به عنوان رئیس دوره‌ای کمیسیون محیط زیست دریای خزر دانسته است. تاریل ممدلی
که نماینده آذربایجان در کمیسیون مشترک محیط زیست دریای خزر متشکل از 5 کشور ساحلی خزر است، به رادیو فردا گفته است که طی 2 سال گذشته ایران ریاست کمیسیون مشترک را بر عهده داشته و تنها 2 بار جلسه مشترک تشکیل شده است و از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون تشکیل 1 جلسه کوتاه در مورد وضعیت ماهی‌های خاویاری دریای خزر و اعمال ممنوعیت صید این گونه‌های در حال انقراض تا به حال به تعویق انداخته شده است. به گفته این مقام آذربایجانی، با این رویکرد نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت زیست محیطی دریای خزر بهبود یابد. این سخنان مقام آذربایجانی پس از انتشار اخباری درباره کاهش شدید تعدد فوک‌های دریای خزر ابراز شده است. امیر عبدوس، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان، گفته است که آمار فوک‌های آبی خزر طی دهه‌های اخیر از 1 میلیون به 100,000 قلاده کاهش یافته است. آقای عبدوس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت فوک خزر کوچکترین گونه در میان فوک‌های دنیا است و شاخص حیات در دریای خزر محسوب می‌شود. معاون وزارت محیط زیست آذربایجان در امور زیست آبی همچنین گفته است که از دهه 60 آمار فوک‌های خزر به دلایل مختلف از جمله آلودگی آب دریا، وجود عوامل بیماری‌زای متعدد، کاهش چندین برابری آمار ماهی‌های کیلکا که منبع غذایی عمده فوک‌های خزر است، به شدت کاهش یافته است. این انتقاد مقام آذربایجانی در حالی مطرح شده است که این کشور یکی از مهمترین منابع آلودگی دریای خزر است، اما بی‌توجهی دولت ایران این مسئله را به فراموشی سپرده است. بشار اسد 500 زندانی سیاسی را به مناسبت عید آزاد کرد. شبکه فرانس 24 به نقل از خبرگزاری رسمی دولت سوریه اعلام کرد دولت بشار اسد به مناسبت عید قربان 553 نفر از افرادی را که در تظاهرات و تجمع‌های ضد دولتی بازداشت شده بودند آزاد کرد. چندی پیش سوریه و اتحادیه عرب تفاهم‌نامه‌هایی به منظور پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور امضا کردند که آزادی زندانیان سیاسی نیز یکی از مفاد آن بود. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم.